به نام خداوند مهربان و با عرض سلام به یکی دیگر از ویدیوهای ما خوش آمدید. کشته شدن 11 جنگجوی طالبان در کندهار. وزارت دفاع ملی افغانستان از کشته شدن 11 جنگجوی گروه طالبان در ولایت کندهار خبر داد. به گزارش اسپوتنیک، وزارت دفاع ملی افغانستان نوشت طالبان در مربوطات سلوات ولسوالی پنجوایی و قریه پشمول ولسوالی جره ولایت کندهار بالای پوسته های نیروهای ملی دفاعی و امنیتی شب گذشته حمله نمودند. این وزارت افزوده است که نیروهای ملی دفاعی و امنیتی در چارچوب آلت دفاع فعال و ضربات هوایی حمله دشمن را عقب زده که در نتیجه 11 طالب کشته و 15 تن دیگرشان زخمی شدند. یادآوری میکنیم که در ماه‌های آخر در ولایت کندهار درگیری‌ها شدت پیدا کرده و شمار زیاد از جنگجویان گروه طالبان در این درگیری‌ها کشته شدند. و همچنان به نقل از مدنیت، ضرورت آغاز به کار شورای مصالحه ملی. شورای عالی مصالحه ملی برای جلوگیری از چند دستگی در هیئت دولت به گونه ساختارمند فعال و هماهنگ شود. زمزمه هایی به گوش می رسد که دو طرف دولت و طالبان بر سر شیوه‌نامه گفتگوهای صلح به توافق هایی رسیده و منتظر تایید نهایی از سوی ارگ ریاست جمهوری هستند. اما تا هنوز ارگ از تایید آن سرباز زده و به طور رسمی اعلام کرده که مخالف توافقات انجام شده در خطر است. از سوی دیگر اتحادیه اروپا و برخی کشورهای غربی خواستار تشکیل شورای مصالحه ملی و مجمع عمومی آن شدند. به نظر می رسد که این تلاش های بیرونی به هدف سرعت بخشیدن گفتگوهای صلح است و نه حل بنیادی اختلاف ها. برای توضیح این مسئله باید توجه داشت به دو خواست عمده طالبان که در ابتدای گفتگوها خواهان علو فصل آن شدند. اما این دو خواست طالبان چه هست؟ نخست اینکه در روزهای گذشته از زبان طرفهای مذاکره گفته شد که طالبان مخالف استفاده از اصلاح طرفهای جنگ در گفتار و نوشتار است. ظاهرا این گروه می خواهد که موافقت نامه صلح به گونه نوشته شود که هیچ گونه پیگرد قانونی قضایی در مورد جنایت های این گروه که تا نزدیک به 30 سال مرتکب شدند صورت نگیرد. یک کلام، این گروه به نام جهاد خواهان مسئولیت قضایی هن. به همین دلیل آنها پافشاری دارند که واژگانی به غیر از جنگ در جریان گفتگوها و متن توافقات استفاده شود. دوم، در ظاهر قضیه طالبان به صراحت اعلام کرده که خواهان برپایی امارت اسلامی است، اما از سوی دیگر این گروه بی پرده از برگشت امارت مورد نظرشان با واقعیت‌های امروز کشور سازگار نیست. از این رو طالبان به کنار گذاشتن امارت اسلامی در پشت درهای بسته چراغ سبز نشان دادند. در عوض خواستار تداوم نظام جمهوری اسلامی فعلی نیز نیستند. این گروه درک می کند که پذیرفتن جمهوری اسلامی به معنای تسلیم شدن این گروه به ادغام به دولت تلقی خواهد شد که سالیان زیاده می شود با آن در جنگ است. از این جهت طالبان می گویند که نه امارت نه جمهوریت این گروه می خواهد رای رفته مردم و دولت در تایی نزدیک به 20 سال دوباره از نو تایی شود و دیوار نظام سیاسی و حقوقی کشور که خشت اول آن در سال 2001 گذاشته شد تخریب و از نو ساخته شود. اما با چه مصالحه و مواده؟ این چیزی است که طالبان می گویند که پس آن در مورد آن بحث شود. بنابر همین دو مسئله ارگ تا هنوز ایستادگی کرده و از خود مقاومت نشان داده. علی‌رغم فشارها رئیس جمهور غنی بر حفظ نظام جمهوری تاکید کرده است. غنی چنانچه نشان داده حاضر است در برابر طالبان و برای صلح در موارد بسیار عقب نشینی کند و بر بسیاری از جنایت های طالبان هرچند فشار چشم بسته، ولی از دید او صلح با طالبان نباید به قربانی کلیت نظام مردم سالاری تمام شود. پس از آن حقوق شهروندی به کلی پایمال گردد یا در مباحث بعدی از دستور کار خارج شود. اما حفظ نظام جمهوری مسئله ای است که رهبران جهادی یا به اهمیت آن پی نمی برند یا کمتر به آن ارزش قائلند. آنچه از رهبران جهادی دیده شده این است که آنها به ارزش های دموکراتیک و نظام مردم سالاری بی باورند.
سوای این در طی دو دهه رهبران جهادی که در شکل دهی و بدنه نظام سهیم بودند، جمهوری را تنها به برخورداری از مزایای سیاسی تقلیل دادند. در همین راستا رهبران جهادی خارج از نگاه رسمی حکومت پیش از آغاز گفتگوها در قطر با طالبان در جاهای دیگر وارد چانه زنی بر سر حفظ مزایای سیاسی و اقتصادی خود شدند تا در صورت ادغام طالبان یک روی سکه تصمیم گیرندگان نبر نمایندگان از مردم که به نمایندگی از منافع خانوادگی آنها باشند. بنابراین اکنون که تعداد از اعضای هیئت دولت وابسته به رهبران و احزاب جهادی‌اند، بدون در نظر گرفتن اهمیت جمهوری و حقوق شهروندی در تلاشند که صد ایستادگی برای جمهوریت را بکشند و این موضوع ماهیت و ساختار نظام سیاسی کشور را همان گونه که طالبان می‌خواهند به بحث‌های بعدی معکول کنند، یعنی جمهوری و حق حاکمیت مردم قابل معامله است، معامله ای که به نظر خبرگان دانش و سیاست خودکشی سیاسی است، یک گام به عقب در برابر طالبان بدون دریافت امتیاز این گروه را برای گشتن دو قدم به جلو جسورتر خواهد کرد. این که جامعه جهانی خواستار تشکیل شورای عالی مصالحه و مجموعه عمومی آن شده امر بجا و درست است. خواست اتحادیه اروپا یک صدایی در میان ایت دولت است تا گفتگوهای قطر به هر شکل به توافق با طالبان برسد. برای جامعه جهانی صلح اولویت دارد نه تداوم جمهوری. اما این مسئولیت خود افغانها است که با توجه به گستردگی و تنوع فرهنگی بر حفظ جمهوریت تلاش کنند. بنابر این صف جمهوری اسلامی افغانستان باید متنوع گسترده و فراگیر باشد. اما متحد یک صدا و قاطع و بیان دیگر سنگ اندازی در برابر عدم تشکیل شورای عالی مصالحه از هر جهت و طرفی باشد. در شرایطی که صف طالبان متحد و اما هنگن عقلانی به نظر نمی رسد. از این جهت ضرورت فوری است که شورای عالی مصالحه ملی فعال و اما هنگ شود تا به گونه ساختارمند از چند دستگی که اکنون در صف هیئت دولت ایجاد شده جلوگیری شود. ماموریت شورا باید با انسجام کامل حفظ تنوع فرهنگی و اجتماعی که از واقعیت‌های غیر قابل انکار کشور است بر مبنای یک نظام مردم سالار و کثرت‌گرا باشد. در غیر این صورت از همگسیختگی موجود در میان ایت گفتگوهای دولت نه صدی برای حفظ جمهوریت می شود و نه جهادی ها با آن امتیازهای سیاسی و اقتصادی می رسند. دوستان عزیز، از اینکه تا آخر ویدیو با ما بوده جهان سپاس. تا ویدیوی بعد، الله نگهدار.